بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دوستای نهایت گرامی، طاعات و عباداتتان در این ماه مبارک رمضان قبول درگاه پروردگار بگردد و امیدوار هستم که در هر جا و هر مکانی که هستید از نعمت صحت و سلامتی برخوردار باشید. امیدوار هستم که در دعا هم ما و هم ملت همه ملت مسلمان افغانستان از دعاهایتان فراموش نکنید. امروز باز هم پیام رمضان هست و یک پیام بسیار زیبای دیگر از پیام‌های رمضانی برای شما تقدیم میکنیم که باز هم استاد اسدالله سعید مهمان برنامه ما هست و در ارتباط با دعا صحبت میکنیم که سیزن دعا است و فصل دعا است. ما باید در این ماه مبارک رمضان که همه ارزانی ثواب است از این کسب بکنیم، ثواب های بیشتر و بهتر، کوشش میکنیم که در چگونگی از این که ما طلب میکنیم، دعا طلب است. خداوند متعال میفرماید ادعونی استجب لکم، شما از ما طلب بکنید، ما برای شما اجابت میکنم و قبول میکنم چیزی را که شما دعا میکنید. و تفصیل از این موضوع را انشاءالله با استاد پیگیری میکنیم. جناب استاد به برنامه خوش آمدید. بسیار تشکر، سلامت باشید. زنده باشید. اگر در ارتباط به دعا بگویم که دعا چیست و دعا چقدر در تعالیم اسلامی به این دعا توجه صورت گرفته. بسم الله الرحمن الرحیم. بار دیگر تشکر جناب مرادی صاحب از شما بخاطر برنامه خیلی خوبتان. در این موسم معنوی چنین برنامه را تدارک دیدن این خودش یک نعمت بسیار بزرگی است. خداوند شما را پاداش و عجزش به شما نصیب بکنه. جناب استاد، چنانچه پیشتر خود شما اشاره کردین، برش دعا خودش طلب است. در مفهوم و معنای دعا میاید که یا به معنای سوال هست، از یک کسی سوال میکنیم، یا به معنای طلب است، یک چیزی را مطالبه میکنیم، و یا هم به معنای رغبت است، امو شوق و میلی که ما به طرف یک چیز داریم، او عبارت از دعا هست. خب اگر ما بیاییم به پیش معلم خود و امام خود و مقتدای خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زانوی تلمذ بزنیم و از اونها پرسان بکنیم که دعا چی است، اونها به ما میگن که الدعاء هو العباده، دعا به معنای عبادت هست. و این حدیث صحیح است که در کتاب‌های حدیثی ما و شما موجود هست. در برخی از روایت‌ها ما و شما می‌بینیم که در اونجا ذکر شده که الدعاء مخ العباده. هرچند معنا و مفهومی از این حدیث هم درست است که مغز عبادت هست، ولی اسناد این حدیث باز نسبتاً ضعیف هست. علما در امی حدیث بعضی ملاحظات دارند، ولی اگر ما و شما وقتی ملاحظه بکنیم، قرآن کریم وقتی که اصل و فلسفه خلقت انسان را بیان میکنه، در اونجا میگه که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما انس را و جن را نیافریدیم مگر به خاطر عبادت. و از سوی دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که الدعاء هو العباده. یعنی بسیار یک ربط عجیب داره ای که ما عبادت الله را میکنیم و ادعای را که میکنیم این خودش عبادت است. هیچ از عبادت این چیزی جدا پذیری نیست. باور ما ای است که هیچ دینی به اندازه دین اسلام و هیچ شریعتی به اندازه شریعت محمدی صلی الله علیه و سلم به دعا اینقدر توجه نکرده. شما ببینید حتی وقتی که ما به خواب میریم کدام دعا را بخوانیم، از خواب که بیدار میشیم کدام دعا را بخوانیم، وقتی به سفر میریم، وقتی دوباره به خانه برمیگردیم، وقتی در یک موتر بالا میشیم، بر یک راهله ما بالا میشیم، و یا به طور مثال اگر ما به بیت الخلا میریم یا دوباره خارج میشیم، اگر ما به مسجد میریم کدام دعا را بخوانیم، اگر از مسجد میبریم کدام دعا را. یعنی دعا در تعالیم دین مبین اسلام یک نقش بسیار مرکزی داره. خب چرا دین مبین اسلام به این حد به دعا توجه کرده؟ چرا؟ به خاطر که دعا در حقیقت به یاد داشتن خداوند است. ما اگر قرار باشه در هر لحظه زندگی خود دعا بکنیم، یعنی ما خدا را فراموش نکردیم، ما خدا را حاضر و ناظر خود دانستیم. و ای اساس فلسفه بعثت رسولان هم امی است که بندگان را، انسانها را به یک مسیر سوق بده که خدا را فراموش نکنند، هر لحظه خدا را بیاد داشته باشند هر کاری که میکنند. شما ببینید جناب مرادی صاحب، ما در نماز خود
دعایی را که میخوانیم، سوره ای که بالای ما و شما واجب است که همیشه باید او را بخوانیم دعا است. اولین سوره ای که مفسرین در علوم القرآن سر از او بحث میکنن، اولین سوره ای که یک بارگی نازل شده سوره فاتحه است. سوره فاتحه چی است؟ فلسفه سوره فاتحه امی است که بندگان یاد بگیرن چگونه دعا بکنن. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. ما دعا میکنیم از خداوند، چی را دعا میکنیم، چی را طلب میکنیم ما اونجا؟ در اونجا ما از خداوند هدایت را طلب میکنیم. خب طبعا وقتی که از خداوند دعا میکنیم، بهترین دعا هم اونمو است که در اونجا ما از خداوند هدایت را طلب بکنیم. سپس استقامت و ثبات را در امو هدایت طلب بکنیم و بعد از او هم زیادت در هدایت را از الله متعال طلب بکنیم. تعالیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر همین فلسفه استوار بود که اصحاب را تشویق میکردن که باید دعا بکنن. اصحاب را از شیوه های مختلف، او آن جناب صلی الله علیه و سلم خود یک معلم و مربی بسیار حکیم بود، از شیوه های مختلف استفاده میکرد که چیگونه اصحاب تشویق شوه تا دعا بکنن. در یکی از احادیث آن جناب صلی الله علیه و سلم میفرماید که هرگاه یکی از شما به برادر خود در غیابش دعا بکنه، ملائکه برش میگه که ولک بمثل، چیزی را که به برادرت خواستی اما تو یک چیزی به تو هم باشه. این در حقیقت تشویق است. بله. بعضی از عرفا میگویند که وقتی ما میخواهیم برای خود دعا بکنیم، ما او دعا را به برادر خود میکنیم، به خواهر خود میکنیم، به یک مؤمن و مسلمانی دیگری میکنیم تا ملائکه او دعا را باز به ما بکنه. چرا؟ ملائکه معصوم است، از گناه پاک است و وقتی به ما او دعا را بکنه، طبعا که انشاءالله نزد الله متعال او قبول میشه. بله. این به نحو ترغیب است به طرف دعا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میکرد. دعا مناجات است. دعا خلوت با پروردگار است. دعا یعنی امو اوج شیرینی و حلاوت و لذت بردن از عبادت است. ما و شما در یکی از روایت ها میبینیم که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که به طرف عمره میره، پیش پیامبر علیه السلام میره که ازش اجازه بگیره. پیامبر علیه السلام در آخرین نکته یک سخن بسیار جالب برش داره که پیامبر علیه السلام حضرت عمر میگه در زندگی خود این رقم یک گپ را من نشنیده بودم و کل دنیا را من با این تو یک چیز برابر هم نمیکنم. او چی بود؟ میگه وقتی که من حرکت میکردم، پیامبر علیه السلام برام میگفت که لا تنسنا من دعائک یا اخیه، یا هم یا اخیه لا تنسنا من دعائک، ای برادر. خیلی کلمه زیبا. حتی لفظ اخیه که استفاده شده این تصغیر است، بیادرکم برادرکم، مرا از دعایت فراموش نکو. خیلی کلمه زیبا پیامبر به حضرت عمر رضی الله عنه میگه، سفارش میکنه برای از اینکه مرا از دعایت فراموش نکو. و در اجتماع ما و شما وقتی که میبینیم همین موضوع خیلی چیز است، عام است که یک به یکی دیگر گفته میشود که از دعایت ما را فراموش نکن. امیدوار هستیم که همه مسلمان ها در هر جا و هر مکانی که هستیم زندگی میکنیم، از دعاهای خود که هیچ مصرف نداره یکی دیگر فراموش نکنیم و همچنان ملت مسلمان افغانستان فراموش نکنیم. یک وقفه دوباره برمیگردیم. باز هم خوش آمدید بیننده های نهایت عزیز. برنامه پیام رمضان است و هر روز ما کوشش میکنیم یک پیام بسیار زیبا، پیامی که هر فرد مسلمان باید به او توجه بکنه و کوشش بکنه به ای که از تمام از این موضوعاتی را که صحبت میشد تا حد توانش از او استفاده در عمل کردن از او بکنه. جناب استاد، واقعا دعا خیلی اهمیت در زندگی ما و شما داره. قسمی که شما گفتید، از خواب گرفته تا بیداری، تا رفتن به مسجد، تا بیرون شدن، تا هر کاری را که انسان به طرف وظیفه میبریم باید دعا بکنیم، به طرف مهمانی میریم، نان میخوریم، هر آن کاری را که از بدون دعا در زندگی ما امکان پذیر نیست و در هر نقطه از زندگی ما دعا هست. آداب و شرایط دعا چگونه بیان شده در شریعت ما و شما؟ بسیار تشکر مرادی صاحب محترم. یک نقطه بسیار مهمی است این هم که ما پیرامون آداب دعا و پیرامون بعضی شروط و ظروف دعا باید بپردازیم. جناب مرادی صاحب، دعا یک رابطه تنگاتنگ، یک ارتباط بسیار عمیق بین خالق
و بندیش است. بله. نخستین چیزی که در اینجا خیلی مهم است این است که در دعا ما تکلف نکنیم. در دعا تشریفات نیست. در دعا خیلی رسمیات نیست که ما بیایم با بسیار آداب و با بسیار یعنی کلماتی که رسمی باشه از خداوند یک چیز را طلب بکنیم که بعض دعاها را شاید ما به زبان صحیح گفته نتانیم ولی خیلی تکلف بکنیم. در یکی از روایت ها میاد که یک فردی بود، یک صحابی که از لحاظ سواد هم شاید خیلی سطحش پایین بود، یک بار آمد پیش حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و گفت که امی دعایی که خودت، آن چیزی که خودت و معاذ بن جبل در نماز امی دندنه‌ای که شما میخوانید، من ایره نمیخوانم. دندنه امو کلمه گفته میشه که بعض افراد زیر لب آهسته گون چیزی را که میگه طرف مقابل معنایش را نمیفهمه. یا به تعبیر دیگر ما شما در اصطلاح وطنی خود زیاد پر 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 پرواریت یک چیزی برش میگیم. همین صحابیه که سطحش خیلی پایین هم بود از لحاظ ظاهر و تعلیم، اما پیش خداوند خیلی یعنی جایگاه بلند داشت، پیش پیامبر علیه السلام میگه که همین دندنه که شما میگین من یاد ندارم. گفت خیر تو چی میگی؟ گفت من در نماز خود میگم که اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار. سبحان الله. من این امیره در نماز میخوانم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که یک مربی بسیار حکیم بود گفت که در حقیقت معنای آن چیزی را که ما و معاذ میگیم همین چیز است. همین چیز است. و پیامبر علیه الصلاة و السلام گپ امو صحابی را رد نکرد. تاییدش کرد. تاییدش کرد که دعا باید بدون تکلف باشه. ارتباط بنده با خالقش است. نقطه مهم دیگری که ما در وقت دعا باید در نظر بگیریم او است که قلب ما باید از همه چیز دیگری خالی باشه. قلب ما باید فقط دیاد خداوند متعال باشه. فقط و فقط خدا را حاضر و ناظر ببینیم. این شرط بسیار مهم است. در یکی از روایت ها میاد که یک کسی آمده بود به پیش حضرت موسی علیه السلام و برش گفته بود که به ما اسم اعظم خداوند را یاد بده. موسی علیه السلام اسم اعظم خداوند را برش یاد داده بود. حال این نفر رفت و طبق بعضی از روایت هایی که ما میبینیم اسم اعظم اونمو است که اگر توسط اسم اعظم هر چیزی را بنده از خداوند بطلبه خداوند دعایش را استجابت میکنه و او را قبول میکنه برش. این نفر که رفت حال دعا میکنه دعایش قبول نمیشه. 5 سال میگذره و نفر چوپان بود. 5 سال میگذره دوباره پیش حضرت موسی علیه السلام میاد و برش میگه که تو به من اسم اعظم را یاد دادی، با اسم اعظم دعا کردم، این را خدا قبول نمیکنه. چرا؟ موسی علیه السلام شکایت این بنده را پیش خداوند میبره. او خود کلیم الله بود، گفت که بنده چنین شکایتی داره. الله که میفهمید برای موسی علیه السلام گفت که این بنده ما دعا میکرد ولی فکرش با گوسفندایش بود. با وصف که اسم اعظم را بلد بود دعا میکرد اما کل فکرش هو به هو طرف گوسفندایش بود. بنان اگر ما دعا میکنیم خوب صحیح حضور قلبی داشته باشیم الله متعال را. نقطه سومی که خیلی مهم است در دعا جناب مرادی صاحب، گفتیم دعا مناجات است و دعا راز و نیاز با الله متعال است. آن چیزی که خیلی مهم است این است که احساس خستگی نکنیم. میان دو نفر که عاشق و معشوق باشه هر قدر که گپ به درازا بکشه دیگه احساس خستگی نمیکنه. مزه میته، حلاوت داره، شیرینی داره گپ زدن و قصه کردن و دعا و راز و نیاز و مناجات. خیلی احساس عجیب انسان پیدا میکنه. شما ببینین ما وقتی که قرآن کریم را باز میکنیم در اونجا وقتی که قصه و حکایت کوه طور است که موسی علیه السلام در اونجا میره، خداوند از موسی علیه السلام پرسان میکنه که و ما تلک بیمینک یا موسی، در دست تو چی است؟ موسی علیه السلام میتونست بسیار مختصر بگه که هی عصای ای عصای ماست. جواب سوال خو اینمی است، اکتفا به اینمی میتونست موسی علیه السلام بکنه. اما میان عاشق و معشوق، میان خالق و بندش، هر قدر که قصه به درازا بکشه احساس حلاوت میکنه نه خستگی. موسی علیه السلام برش میگه هی عصای اتوکل علیها و اهش بها علی غنمی ولی فیها مآرب اخرى. حال تشریح کردن میره که قصه کمی به درازا بکشه، قصه اینجا خلاص نشه. ای عصای ماست، به این ما تکیه میکنم، به این تکیه میکنم، گوسفندای خود را موبرگای درختا را بر ازیا ما پایین میرزانم و بعضی کارهای دیگه هم دیما میکنم. یعنی خوش داشت که این قصه ای که با پروردگار داره ادامه داشته باشه، ادامه داشته باشه و خلاص نشوه. دعا همین چیز است. در دعا نباید احساس خستگی بکنیم. نقطه مهمی که در دعا خیلی جالب هست اصرار بکنیم. خسته یعنی با خستگی ربط داره، بسیار اصرار بکنیم.
از خداوند بخوایم و بخوایم و دستای خود را به طرفش بلند بکنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که خداوند حیا میکنه از اینکه دست بندهش به طرفش بلند شوه بدون اجابت او پس تا شوه. البته اونمو شروط را باید ما پوره کرده باشیم. امام ابن قیم جوزی رحمه الله در اینمی باب یک سخن بسیار جالب داره و میگه که ما در هنگام دعا و می اصرار و شلگی، امی شلگی که ما شما میکنیم، گفت باید مثل اونمو طفل شلگی بکنیم به پیش درگاه الله متعال. و طفلی که پیش مادر خود میه از امو پای پدر و مادر خود میگیره که فلانی چیز را به ما پیدا کو، اگر نکدی اعلان نمیتم، گریه میکنه، باید بشه درگاه الله متعال امی رقم بکنه. خداوند همه ما را امی رقم یک حالت نصیب بگردانه. آمین. شلگی بکنیم. بله. شلگی بکنیم پیش الله متعال. احساس خستگی نکنیم. شاید بعضی ها بگن که چند سال از دعا میکنیم میکنیم. خب در خود فکر بکنیم چرا قبول نمیشه؟ من کدام مشکلی است؟ بله. آیا ای تو خونه است که می دعای را که ما میکنیم در یک خانه میکنیم که او را با پول حرام خریدیم؟ آیا ای تو خونه است که دعای را کردیم انوز در معده ما غذای است که از پول حرام تغذیه شدیم؟ آیا ای تو خونه است امی لباسی که فعلا داریم در لباسی که از پول حرام خریدیم ما دعا میکنیم؟ شاید عواملی وجود داشته باشه که دعای ما قبول نمیشه. پس آنچه مهم است امو علتش را ما پیدا بکنیم و شلگی بکنیم پیش درگاه الله متعال تا زمانی که دعای ما را انشاءالله که اجابت بکنه. یقینا یکی از چیزهایی که در دعا خیلی مهم پنداشته میشه قسمی که شما گفتی امو خلوص نیت است. بله. به نیت کاملا صاف و پاک به درگاه پروردگار اگر انسان بره بدون شک و تردید که خداوند هر آن چیزی را که خواسته باشه به بندگان خود دریغ نمی کنه و همین دقیقه که ما در دعا هستیم اجابت میشن انشاءالله. در این ماه مبارک رمضان اگر با او خلوص نیت ما با درگاه پروردگار رجوع بکنیم بدون شک که ما آن چیزی را که در نیت داریم حاصل میکنیم. بعد از وقفه ادامه بحث. ماه مبارک رمضان است و امروز ما در ارتباط به دعا در این پیام رمضانی خود ما دعا را صحبت میکنم با جناب استاد اسدالله سعید. جناب استاد، ماه مبارک رمضان است و ربطی که دعا با رمضان داره چگونه یک ارتباطی است اینا؟ استاد مرادی شما اشاره کردین که در ماه رمضان هستیم و رمضان پیشتر شما اگه اصطلاح جالب را به کار بودین فصل دعا هست. دقیقا ما وقتی که آیات های قرآنی را در مورد ماه مبارک رمضان در خود قرآن کریم مطالعه میکنیم، در اونجا وقتی که میخوانیم که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، به ادامه اینمی آیات هایی که در مورد شهر و ماه رمضان است یک آیت بسیار جالبه که وجود داره، ای است که و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. وقتی که بندگانم از تو در مورد ما سوال کرد من از دیک هستم، ما چی میکنم؟ اجیب و دعوه، ما دعوت و دعای اونها را اجابت میکنم. یک باریکی خیلی جالبی که در امی زمینه وجود داری است که بعض وقتها اصحاب می آمدن و پرسان میکردن از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، گاهی راجع به مثلا از روح پرسان میکردن، گاهی راجع به انفال پرسان میکردن، گاهی راجع به مهیز پرسان میکردن. در ادامه هر سوال خداوند میگفت که قل، مثلا و یسالونک عن الروح قل الروح، و یسالونک عن الانفال قل، و یسالونک عن المحیط قل، در کلش قل، یعنی بگو بگو وجود داره. اما وقتی که بحث دعا مطرح میشه اینجا دیگه قل نیست، مستقیم رابطه بین خالق است و بین مخلوقش است. و اذا سألك عبادی عنی نگفته که قل اینی قریب، نگفته که بگو برش، مستقیم بحث بین خداوند و بین بندهش است. حتی خداوند لفظ قل را که به نحو پیامبر هم در اونجا داخل میشه او را هم از صحنه دور کرده، اونجا هم نیست. پس ماه مبارک رمضان ماه دعا هست در حقیقت. وقتی که ما رمضان آیاتش را در قرآن کریم میخوانیم به ادامهش گپ دعا هست، باید دعا بکنیم به الله متعال.
یک چیزی که بسیار جالب است جناب استاد مرادی، یعنی به صورت کلی ما میتونیم در هر لحظه دعا بکنیم، در هر جایی که باشیم میتونیم در موتر باشیم دعا بکنیم، چون چی پیشتر اشاره کردیم میتونیم در خانه باشیم دعا بکنیم، میتونیم که از طرف شب دعا بکنیم، از طرف روز دعا بکنیم، اما بعضی وقتها زمانهای هستند و مکانهای هستند که دعا در اونجا فضیلت خیلی زیاد داره. و انشاءالله به اساس روایت های دینی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما آمده، مفیدی اجابت و قبولی را بلند میبره. مثلا ما شما ببینین یک وقت بهتر دعا که است وقت تهجد است. خداوند به آسمان دنیا نازل میشه به اساس امو کیفیتش که به ما معلوم نیست، اما آن چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که صادق مصدوق است و به ما خبر داده و ما هم سرش ایمان داریم، خداوند به آسمان دنیا نازل میشه و دستان بلا کیف خود را بلند میکنه، چی کسی هست که از ما طلب بکنه و چی کسی هست که از طرف روز گناه کرده که ما برش اجابت بکنم، ما برش استغفار، من توبه از او را قبول بکنم، ما دعای از او را بالاخره قبول بکنم. یک دفعه یعنی از یک طرف خود دعا کردن در وقت تهجد یک کیفیت خاص داره، و اگر این دعا کردن در وقت رمضان باشه چی؟ یکی از چیزایی را که پیشتر شما در صحبتهایتان گفته، همین موضوع از این که انسان دعا وقتی که میکنه بی تکلف باشه، بی آلایش باشه. همچنان بعضی از دوستا شاید تو فکر بکنن که من خو امو کلماتی را که در قرآن، مثلا دعاهایی که در قرآن از دعاهایی که در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر شده، شاید یاد نداشته باشم، تو در ذهنش بگرده که شاید دعای من تیزتر قبول نشه، یا ای که ای سبب قبول نشدن دعای من شود که یاد ندارم. ای چقدر تاثیر داره که انسان چی رقم با کدام کلمات دعا بکنه؟ جناب مرادی صاحب، ما بعضی دعاهای مسنونه داریم، دعاهایی که در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به او اشاره شده. اگر ما بتوانیم سر خود یک کم فشار بیاریم، زحمت بکشیم و مو الفاظی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مسنون است به او دعا کرده، چی بهتر که خیلی خوب هست. یا بعضی ادعیه و دعاهایی داریم که در قرآن کریم است، از این چی بهتر؟ یعنی اگر ما او را یاد بگیریم و به او بخوانیم، حتی پیرامون بعضی از اذکار که است در فضیلتشان خیلی احادیث ذکر شده، کس که چنین داره میکنه. خب بعضی کسایی است که در جامعه ما شما نفر بی سواد است، سواد نداره، او عربی هم بلد نیست و خیلی هم برداشت زیاد نداره، خب اما چیزی که در دل داره میتونه که از خداوند او را بخواه، به پشتو، به فارسی، به بلوچی، به ازبکی، به هر زبانی که راحت است با خداوند مناجات بکنه، راز و نیاز بکنه. یک چیزی که بسیار جالب است، بیشتر امی بحث تکلف را ما شما مطرح کردیم که در دعا نباید تکلف بکنیم. ببینیم بسیار آزادانه و بدون رسمیات و تشریفات میتونیم به خدا بگویم که خدایا، تو خود اینقدر بندگان زیاد داری، میلیون ها نفر است که عبادت تو را میکنه، حتی میلیارد ها نفر است که عبادت تو را میکنه، من خود جز تو رب دیگری ندارم، پس بالای ما رحم کن، بالای ما لطف کن، مرا ستر کو، مرا مغفرت بکو. یعنی الفاظی که بسیار عامیانه هست، بسیار عامیانه هست، مثل که بیشتر گفتیم دندنه مصاحبه که گفته بود، چون میفهمید مطابق تعالیم دین بود، هیچ چیز خرابی هم در او نبود و پیامبر علیه السلام برش اجازه داد. میتونیم راحت آدم دعا بکنیم به موضوعان خود ما. بسیار زیاد تشکر جناب سعید سبزی که به برنامه آمدید و موضوعات بسیار خوبی را هم اشاره کردید. بسیار تشکر از دعوت شما. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.